بیرق و لوحه طالبان در اواخر هفته گذشته از ساختمان برداشته شد و تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات جریان یافت. حکومت افغانستان شکایت خود را در مورد دفتر ابراز داشته است. همچنان مردم در جاده های شهر کابل نسبت به مذاکرات صلح احساسات متفاوتی داشتند. مشکل اینجا سطح رهبری افغانستان کدام گفتگوهای درستی را در مقابل از این نداره، کدام برنامه صحیح نداره. این ملت بیچاره رنج دیده افغانستان باز هم در تکلیف زحمت از سابق هم بودند، حالا ماندگی هستند. دیگه این چیزی است که معلوم دار است نخواد به پای رسید، به خاطر از اینکه طالبا به کنترل خود نیستند، تحت سلطه پاکستان و ایسای پاکستان است. امید دارم خدای تعالی چه دابه یو قدمی د سولې لپاره که خدای ته منظور ان شاء الله یو قدم به دسه نسی کېدای چې دغه د ادرس ورک وي او موږ دی غواړو د دومره وخت د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو د ملت خلکو دا کوشش کاوه چې ادرس پیدا شي. نن یو ادرس پیدا شي باید دوی په جزئیاتو خبرې ونه کې په کلیاتو وغږیږي چې مقصد څه ده. په دې اندک خبرو نن بیرغ درېدلې، نن بیرغ کوسه وي، نن لوحه داسې سوي، نن داسې وي، په دې باندې د ملت مسله نه حل کیږي. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان ابراز داشت: ما برای تعامل با طالبان از طریق مذاکرات در دفتر دوحه با اطمینانی که از سوی ایالات متحده به دولت افغانستان داده شده آماده هستیم. اما بعد مذاکرات رسمی صرف بین شورای عالی صلح و طالبان صورت خواهد گرفت. بنابراین مذاکرات رسمی در زمینه روند صلح می تواند تنها در صورتی انجام شود که بین شورای عالی صلح و نماینده مجاز طالبان باشد. و ترجیح ما این است که کسانی که در مذاکرات شرکت می کنند پس از مرحله اولیه محل مذاکره در داخل افغانستان باشد. خبر حذف بیرق طالبان یک روز پس از آن انتشار یافت که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام نمود که طالبان باید از این فرصت برای احیای مذاکرات استفاده نمایند. در غیر آن هشدار داد که دفتر طالبان در صورت سقوط روند مذاکرات مسدود شده می تواند. یک تن از اعضای ارشد شورای عالی صلح افغانستان گفت: معضل و مشکلاتی که باعث در هم شکستن مراسم افتتاحیه طراحی شده ایجاد گردید، به اعتقاد ما برای برگزاری مذاکرات صلح مفید نبود و در عوض پرخاشگرانه بود. ما نمیدانیم که دقیقاً چه کسی را در از دست رفتن این فرصت سرزنش باید کرد. ضمناً محمد سهیل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان گفته است که اینکه برخی از رسانه‌ها از قول وی نوشتند که حضور نیروهای خارجی در اجندای مذاکرات میتوانند شامل شود کاملاً نادرست است. وی گفته است که نه کسی از او چنین سوال کرده است و برخی رسانه‌ها گفتند که دفتر سیاسی امارت اسلامی از حذف کردن بیرق و لوحه رضایت نشان داده است که به گفته وی این همه به اساس است و میگوید که در این اواخر با او مصاحبه هم شده هم نشده است. ایالات متحده و قطر گفتند که طالبان از پیش با یک نام از قبل انتخاب شده برای دفترشان در قطر موافقت کرده بودند، اما این موافقت در مراسم افتتاحیه از سوی طالبان نقض گردیده است. سپس طالبان اعلام داشتند که این اقدام آن با توافق حکومت قطر انجام شده است. ضمن لینا جان باید گفت که حکومت قطر در زمینه پاسخ فوری ارائه نکرده است. ممنون، تشکر از شما.